ازت ممنونم. صبحونتون رسید. ممنون. اگه دوست دارین واسه شما از بوفه یه چیزی بیارم، تمام شب و اینجا بودین، شاید گشنتون شده باشه. من خودم میگیرم. باشه، پس من دیگه میرم. باید همین الان برم به یکی زنگ بزنم، بعدن میام پیشت. شما کی هستین؟ چجوری اومدین تو؟ از فامیلامونه، یعنی عموی خواهرزادمی. شما اجازه ندارین، فقط به فامیل درجه یکی مریض میتونیم اجازه بدیم. فرهاد پشت خطه، بفرمایید. ممنون. بله فرهاد. سحر خیر باشه، چطوری؟ خوبم، نگران نباش، واقعا خوبم. میدونم، دیشبم اومدم حالتو از دکترت پرسیدم، بازم گفتم بهت یه بار زنگ بزنم. چیزی لازم داری؟ نه هیچی لازم ندارم، ممنونم. فرهاد، در مورد من که چیز جدیدی نداری نه؟ تا فعلا که چیزی تغییر نکرده، همه چی مثل قبله. اما کسی که این تهمتو بهت زده ما شبانه روز دنبالشیم، تو نگران نباش، خیلی زود اون بیشرفو دستگیر میکنیم. باشه، من بهت زنگ میزنم، تو مراقب خودت باش. تو هم به امید دیدار. از موقعی که سهر با تو روبرو شده روزی نموده که بلای سرش نیاد. کاملا مطمئنم این یکی هم کار تو بوده. اگه بلای سرش بیاد اون موقع من میدونم با تو، فهمیدی؟ اون هیچیش نمیشه، چون من نمیذارم هیچ اتفاقی براش بیافته. چه خبرتونه؟ مشکلتون چیه؟ فعلا که چیزی نیست. من اومدم مریضمونو ببینم. چه نسبتی باش دارین؟ دوست نزدیکش. نمیتونم اجازه بدن، به جز فامیل نزدیکش کسی دیگه نمیتونه بیاد. هنوز ترگوتو پیدا نکردین؟ میخواستم بعد از اینکه مطمئن شدم بهت بگم، ولی فکر کنم جای اون آدمو پیدا کردیم. یا من الان بچه ها رو میفرستم اونجا. هیچ کیو نفرست، فقط آدرسشو بفرست، خودم میرم اونجا. یا من رفتنت به اونجا اصلا عاقلانه نیست. گفتم آدرسو بفرست ندیم.